از حضوری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان مهمانان ارجمند حاضرین گرامی شما را به سیمپوزیوم بین المللی علمی تحت عنوان پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز خیر مقدم میگویم. سیمپوزیوم علمی بین المللی پژوهش در تاریخ باستان از دیروز تا امروز را افتتاح بخشیده، با کمال احترام سخن اول را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان می دهم. مرحمت جناب عالی. دانشمندان محترم، حاضرین گرامی، مردم شریف تاجیک در همه دور زمان ها به میراث گرانبهای گذشته خود از گذاشته در خاطره تاریخی خیش کارنامه و قهرمانی فرزندان دولت ساز و وطن دوست دلیر و غیور و فرهنگ سالار و ادب پرور را حفظ نموده در آثار خطی و شفاهی سیمای برجسته و تابناک آنها را ستایش می نماید. این میراث نهایت غنی که روح نیاگان در آن نهفته است با مضمون بلندی بشر دوستانه و انسان پرورانش به گنجینه مادی و معنوی جهانی وارد شده دقت عالمیان را به خود جلب کرده است. بخصوص دوران دولتداری سامانیان که زمان اوج تشکل خلق تاجیک به همین دوره راست می آید، در تمدن بشری کم نظیر می باشد. آثار علمی و ادبی و فرهنگی و تاریخی این زمان همچون نمونه برجسته دستاوردهای انسانیت اعتراف گردیده، با مضمون و محتوا و ارزش علمی و ادبی در میان عالمیان جایگاهی خاصه دارد. در دوره سامانیان تاجیکان صاحب دیوان و دفتر، نشان و پرچم و ساختار منظمی اداری و دولتداری گردیده، علم و معرفت، فرهنگ و ادب و کسب و هنر رشد بی‌سابقه پیدا کرد و در شهرهای کلانترین کتابخانه و مدرسه ها، کشک و سرای ها، دکان و بازارها و رسته های هنرمندی بنیاد یافت. در آن دوره بهترین عالمان و دانشمندان، خطاطان و موسیقی شناسان، مفسران و عارفان، محققان و مترجمان در مرکزهای علمی و ادبی جمع آمده نمونه های بی‌مثل آثار ادبی و علمی را ایجاد کردند. سلاله دولتداری سامانیان در آن زمانی که علم و معرفت گویم که تکنیک تکنولوژی نه آنقدر روش کرده بود، دیگه چیونه اهمیتی اولی درجه نسبت به دانشمندان می دادند، خب هنرمندان می دادند. شخصیت های برجسته ابو عبدالله رودکی، ابو شکور بلخی، شهیدی بلخی، قصای مروزی، ابو منصور دقیقی، ابو قاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، ابو الفضل بلعمی، ماتوریدی سمرقندی، حکیم ترمیزی، امام بخاری، امام ترمیزی، محمدی خوارزمی، ابوالعباس بختیار، ابوالعباس مروزی، ابوالعباس سرخسی، رابیه بلخی، راتبه بربتی و دیگران در همین دوره زندگی و ایجاد کردند که آثارشان تا به امروز همچون کلیدی گنجینه معنویات و سراپا ترانونگری ارزش‌های بشری می باشد. این دولت نیرومند و منظم و شاهانی عادل آن قمهای آریایی تبار منطقه تحت نفوذ خود را متعید ساختند، همچون مردم شهرساز و شهرنشین شهرهای نو بنیاد کردند و ساختار اداری توانا را تأسیس داده، مقام و منزلت تاجیکان و دیگر قوم و ملت‌های آریایی را بلند برداشت.
با در نظرداشت همین خدمت های شایسته و به نظیر شاهان سامانی ما در زمان صاحب سالاری به خاطر بلند برداشتن حس ملی افتخار و وطن و وطنداری و از داشتن به گذشته پرشرف خلقمان اسماعیل سامانی و دولت سامانیان را همچون نمونه دولتداری ملی اعتراف نمودیم و 1100 سالگی دولت سامانیان را در اساس قرار یونسکو یکجا با جامعه بشری تجلیل کردیم. ما در اساس سرچشمه های معتمد تاریخی و مخصای علمی به جهانیان سیمای تاجیکان را بار دیگر معرفی کرده نسل های نو سازنده ملت را به جاده از خود کردن تاریخ و آثار گذشته خلقمان راهنمایی و هدایت نمودیم. در ایامی که مردم شریف تاجیک 28 سالگی استقلال دولتی وطن محبوب ما را تجلیل کردند، ما تصمیم گرفتیم که با 1120 سالگی دولت سامانیان، یعنی با این دوره پر افتخار خلقمان، با نگاه نو و دیدی تازه رو آوریم و مسئله های مهم و عمدترین تاریخ و فرهنگ آن دوره را با ارزداری به این میراث بزرگ بررسی نماییم. در دایره همایش امروزه نیز زمان دولتداری سامانیان و شیوه سروری آنها از جمله مسئله های اساسی بوده، نقش سازنده این سلاله آریایی در رشد دولتداری تاجیکان و دیگر خلقهای منطقه و جهان از دیگاه پرینسیپ های عدالت تاریخی و اجتماعی و فلسفی و فرهنگی بار دیگر مورد بررسی همه جانبه قرار داده می شود. علاوه بر این، مسئله آموزش انعنه و سنت های تاریخی و فرهنگی بخصوص مقام شایسته جشن های ملی مردمی آریای نژاد، نوروز، میرگان و سده در تشکل تمدن شرق و غرب اینچنین نقش کوروش کبیر و باربد مروزی محاکمه خواهد شد. بسیار جشن های تاریخی است. نوروز با یکان دین و مذهب یکان چیزی نزدیکی ندارد. در ما جشن عمومی ملی است. خرد و بزرگ از خانه ها بیرون می شوند، به صحرا می برویند، به میدان می برویند، به سیر و گشت می برویند، خرسندی می کنند. نوروز را در ما یک سال پیش خرد تا بزرگ آمادگی می بینند. با استفاده از فرصت مناسب این همایش علمی را به عالمان و دانشمندانی که از کشورهای گوناگون دنیا به تاجیکستان تشریف آوردند و به همه شما حاضرین ارجمند صمیمانه تبریک گفته با کاریان کامیابی ها آزمی نمایم. امروز در شرایط جهانی شوی و برخوردی تمدن ها رو آوردن به تاریخ و ارزش های ملی و خاطر نگه داشتی انعنه و سنت های نیک نیاگان و حفظ استقلال سیاسی و فرهنگی اهمیتی بسا مهم کسب کرده است. مخصوصا تحقیق مکمل علمی تمدن آریایی امکان میدهد که پهلوهای گوناگون تاریخ و فرهنگ، نقش گذشتگان در تأسیس و تحکیم دولتداری، سهم چهره‌های ماندگار سیاست و دیوان سالاری و علم و فرهنگ در پیشرفت تمدن بشری باز هم روشن و واضح گردانیده شد. نقش دولت سامانیان در این راستا بزرگ بوده. محض در این دوره علاوه به نظام مکمل دولتداری برای رشد حیات مادی و معنوی و زندگی آرام و آسوده خلق تاجیک زمینه های مساعد فراهم آورده شدند. سعی و تلاش وطن دوستانه و سیاست یگانه و متمرکز این شاهانی وطن پرور بود که مقام زبان و ادبی تاجیکی در قلمرو پهناور ماورالنهر و خراسان و فراتر از آن تحکیم یافته زبان تاجیکی به صفت زبان رسمی پذیرفته شد و رشد و تکامل یافت. غیر از این هنر و ادب، صنعت و موسیقی، حکمت و فلسفه، طب و ریاضی رشد کرده، علم همچون جوهری تشکل معنویات و کشف اسرار نهفته شناخته شد و رواج پیدا کرد. با تأسیس دولت مقتدری سامانیان مرحله نوی تحول ملی و تاریخی تاجیکان و حرکت فرهنگی و ادبی تاجیک
وسطی بیسیاو بکا گرفت. دیگر نقش بزرگترین و تاریخی سامانیان باز در آن است که آنها حدودهای تاجک نشین را در قلمرو یگانه متعیب کردند و به تشکل خلق تاجک زمینه مهیا نمودند. در این روند سامانیان توانستند به احیای فرهنگ ملی اساس گذارند، زبان مادری و اصالت فرهنگ اجدادی را حفظ نمودند. در برابر این سامانیان ارزش‌های اجدادی آریایی را با معیارهای معنوی اسلامی به طور طبیعی و عاقلانه آمیزش دادند، به نظام سیاسی و اداره دولت ماهیت دنیوی بخشیدند و نقش دولت را در امور اجتماعی و معنوی و فرهنگی استوار ساختند. امیر اسماعیل سامانی و وارثان او روند تشکل خلق تاجیک را سرعت بخشیدند و امکانیت فراهم آوردند که خلق تاجیک مقام واقعی و شایسته خود را صاحب گردد. در همین دوره نامهای معرف کننده خلق تاجیک از قبیل آزادگان و دهقان به مرادف اتنانم تاجیک تبدیل یافتند و زبان شیوای شاعرانه تاجیکی به شرافت موزونی و روانی و دلچسپی و گوارای آن اضافه صفتی دری گرفته، در خوشاهنگی با کبکان دری و در بزرگی و حشمت همچون زبانی اهل دربار معرفی گردید که این واقعیت را عالمان و ادیبان گذشته و معاصر بارها تاکید و تصدیق کردند. سامانیان اینچنین رابطه های تجارتی سود قدیم را با هند و چین، روم و شرقی نزدیک توسعه بخشیده، مناسبت را با قلمروهای دوردست از جمله تا به شرق دور رواج دادند. آنها توسط شهر بلخ تجارت بین المللی را با منطقه های قلمرو آسیای جنوبی برآماندند. دولت سامانیان تدریجا به یک جزء نیرومند تمدن بشری مبدل گردید که مردم فرهنگ پرور تاجیک و کل آریایی تباران را با ذکاوت فطری و هویت ملیشان با جهانیان معرفی نمود. از این لحاظ کارنامه تاریخی و فرهنگی زمان سامانیان را میتوان دوره زرین در تاریخ تمدن مردمان آسیای مرکزی نامید و به آن عرض داشت. ما مردم تاجیک با میراث بزرگ سامانیان افتخار داریم و انانه و سنت های باستانی خود را گرامی میدانیم. یک قسم این میراث کم نظیر پدیده نادری فرهنگی در تمدن بشری به حساب رفته، تاریخ باز هم قدیم تر دارد که جشن و مراسم و آیین‌های نوروز، تیرگان، جشن قدیمه فصل تابستان، میرگان و سده از همین قبیلند. در چهار فصل سال چهار جشن است. جشن نوروز این سرشوی سال بهار، جشن تیرگان در فصل تابستان، جشن مهرگان بعد جمع‌آوری حاصل در ماه اکتبر، جشن سده پیش از نوروز یعنی در فصل زمستان. ما برای آموزش تاریخ فرهنگ تمدن قدیمه خلق خود، ملت خود، خیلی اهمیت اولین درجه میدیم. فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی، هویت ملی، حسی بلندی وطن دوستی، وطن پرستی، هر یک خلق و ملت می تواند ملت ها را، خلق ها را، مردم ها را از هر گونه فشار های چی نجات بخشد. این آینه های باستانی آریای تباران بدون وابستگی از همه گونه عنصر های دینی و مذهبی در میان مردم مقبولیت پیدا کرده، تدریجا مقام عمومی خلقی کسب نمودند. در برابر این جشن‌های مذکور با جزء ترکیبی و جدان‌آپذیری عنعنه‌های ملی ما تبدیل یافته، مردم قدیمه و کشاورز و کاسب بودنی آریایی تباران را اثبات می‌نماید. مراسم سنت‌های این جشن‌های باستانی گواهی می‌دهند که تاجیکان و دیگر خلق‌های آریایی از قدیم به زمینداری، هنرمندی و چارواداری مشغول بوده، به طبیعت محبت خاصه داشته. آنها دیگرگونی های طبیعت را احساس کرده برای قانع ساختن نیازهای روحی و روانی خود آیین و جشن ها
نیایش و روایت ها و موسیقی و سرود های ایجاد کردند که امید و آرزوی آدمان در آنها صمیمی، طبیعی و گوارا افاده یافتند. امروز ما این مراسم و جشن را احیا نموده آنها را در تمام قلمروی تاجیکستان با شکوه شهامت تجدید میکنیم. چند روز پیش در کشورمان جشن میرگان تجدید گردید و مردم ما به ارزش های این آیین باستانی احترام گذاشت. در واقع میرگان، سده و تیرگان پدیده نادر در تمدن جهانی می باشد. آنها ماهیت جامعه سازی، وحدت و سازندگی، دید و ایدئالهای نیکبینی، صداقت به انسان، زمین و زحمت را به طور واضح انعکاس و افاده می کنند. این جشن ها رمزی سرجمعی مردمی زحمتکش و همدلی و انسان دوستی می باشد. از همه مهم انسان دوستی. در جشن های ما، در این جشن هایی که نامبر کردم، اگر شما را اشتراک کنید، مردمانی که جشن بگیرند، نمیپرسند کی است. ببینند، احساس کنند که مهمان است، شاید عزت احترام میکنند. من همین ماهیت انسان دوستانه خود همین جشن های که ما گفتیم از تاریخ با ما میراث ماندن، به نهایت در همین چیز در مد اول گذاشته می شود. جشن نوروز نیز دارای همین خصوصیت های پیسندیده بوده، از روزگار شاهان پیشدادی و کیانی با افکار و اندیشه سودیان و باختریان، پارتیان و پهلویان، تاجیکان و ایرانیان راه یافته در جهانبینی آدمان عصر میانگی شکل گرفته تا به زمان ما رسیده است. این آیین باستانی در دوران صاحب استقلال احیا گردید و مقام عموم ملی گرفت. با تشبث جمهوری تاجیکستان و دستگیری کشورهای حوزه تمدن نوروز، این جشن توسط قطعنامه سازمان ملل متحد موقع بین المللی پیدا نمود، یعنی نوروز مقام جهانی کسب کرد. نوروز پدیده واقعا نادر فرهنگی است که رمزهای نهفته زیاد داشته از احیای طبیعت درک می‌دهد، بر روح و روان آدمان تأثیر نیک می‌رساند و پاکی و نکوکاری، روشنایی و زیبایی و دوستی و صمیمیت را تشویق می‌نماید. مخصوصا به انابت گرفتن نیازمندی های آیله های کمبیزاعت، یتیمان، معیوبان را ما حتما پیش از سرشوی شروع نوروز، پیش از سرشوی حتما با آنها کمک های خیروی میکنند مردم، اونایی که امکانیت دارند، یعنی آنها را نیز خرسند میکنند که با کل مردم تاجیک آنها هم باید خرسند باشند. باز میگویم که این صرف جشن های فرهنگی است. یگان دین و دیانت مذهب ده یگان دخالت ندارد. باور دارم که دانشمندان ماهیت فلسفی و اجتماعی این جشن ها را از همین نقطه نظر تحقیق کرده، در اساس جهان‌بینی و اندیشه های معاصر جوهر اصلی و انسان دوستانه این آیین ها را باز هم روشن‌تر می سازند. حاضرین گرامی، دوستان عزیز، تاریخ گنجینه معنوی انسانیت بوده. در آن تمام رویداد و واقعه های خرد و بزرگ، برد و باختی دولتداری ها و سیاستمداران و دولت مردان ثبت می گردند و با مرور زمان واسطه خودشناسی خلق و ملت ها می شود. در همایش امروزه طبق نقشه کاری آن، علاوه به ارزداری و سنت و انانه های پیشین، همچنین صحیفه های ناروشن مربوط به شناخت کروش کبیر، شخصیت و نظام و اصول دولتداری او مورد بحث و بررسی قرار داده می شود. در واقع کروش یکی از چهره های برجسته عرصه سیاست و دولتداری سطح جهانی عهد باستان به شمار می رود. او اولین شاهنشاه در تاریخ بشریت است که به قول فیلسوف بزرگ آلمانی گیگل، به عالمیان اصول متمدن دولتداری را اهدا کرده است و همچون بنیادگذار پایه های نخستین نظام حقوق و آزادی ها اعتراف شده است. مخصوصا اعلامیه کروش که در آن به همه انسان ها و قوم و ملت ها احترام برابر گذاشته می شود، برای تمدن بشر بازیافت بی‌نظیر می باشد. ریایه این عنصرهای متعید کننده در روند دولتداری امکان می‌دهد که صلح و ثبات پایدار باشد
و انسان همچون عضو جامعه قدر و ارزشی گردد. با وجود آوردن این اندیشه اجتماعی و تاریخی با کوروش امکان داد که دولتداری خود را استوار و پایدار سازد و مردم قلمرو پهناورش را در آسایش و رفاه نگاه دارد. در آن اعلامیه که با نام استوانه کوروش مشهور است اشاره می رود که صلح و آرامی را به تمام مردم عطا کردم و فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و بدینان را نیازارند. این تاکید بشردوستانه کوروش برای حفظ امن و ثبات در همان دوره مهم بود و امروز هم رکن بنیادی آرامی و آسایش به شمار می رود. در شرایط کنونی که اوضاع جامعه جهانی نهایت مرکب و پیچیده می باشد، این سخنان کوروش اهمیتی باز هم بیشتر کسب کرده، ما اهل بشر را دعوت می نماید که به خاطر صلح و آرامی تلاش بیشتر کنیم، همدیگر فرمی خلق و ملت ها را تأمین سازیم، از غصب و کشتار، ظلم و خشونت و زوراوری دست کشیم، عقیده های نجات پرستانه را محکوم نماییم و راه های مصالحت آمیزی حل نزاع ها را پیدا کرده در آرامی و آسایش عمر بسر بریم. این پرینسیپ های صلح آور و وحدت ساز در زمان ما ارزش بس زیاد دارند و محض آنها عاملی بقای بشریت به شمار می روند. از همین دیدگاه کوروش در دولت بزرگ شاهنشاهی را با وجود آورد که احترام قوم و ملت ها و دین و مذهب ها پایه آن را تشکیل می کرد. او به آزادی عقیده های دینی قوم و ملت های مختلف احترام گذاشت و برایشان امکانات برابر را مهیا نمود. رسالت تاریخی کوروش باز در آن روشن می گردد که او قوم های سرشماری آریایی را با هم نزدیک و آشنا ساخت و بر رشد فرهنگ و اندیشه و افکاری آنها زمینه فراهم آورد. در برابر این کوروش هنرمندان و فرهنگیان و عالمان و ادیبان را در یک مرکز جمع کرد و اساسهای مدنیت بزرگ آریایی را با وجود آورد که آنها در بسیار آثار تاریخی و باستانی انعکاس یافته تا با زمان ما رسیدند. از نگاره های عهد کوروش معلوم می شود که در این دوره تمدن نهایت پیش رفته، صنعت و هنر رو به انکشاف آورده است. بازیافت های میسی، نقرگی و طلایی گواهی می دهند که آریایی ها برابر کشاورزی و چارواداری اینچنین هنرمند و صنعت دوست بودند که این عنانه نیک و سازنده آنها مین بعد ادامه و تشکل می آورد. از زمان کوروش آغاز گردیده تا دوره سامانیان در صنعت و فرهنگ ارزش های ماندگار به وجود آمدند. از این رو آموزش مسائل کانسپتوالی تاریخی تشکل صنعت، روند احیای انواع موسیقی، کشف سازهای ملی و تحقیق پهلوهای ناروشن شخصیت باربد مروزی و نقش او در رشد موسیقی سنتی از جمله اقدامات می باشند که تحقیق عمیق مقایسوی و تاریخی را تقاضا می نمایند. برای گذشتگان ما موسیقی و صنعت هنری والا به شمار رفته، آرزوی آمال و اندیشه مردم در آنها به طور وسیع استفاده می یافتند. برای همین ما تا به امروز به آثار سرآمدان موسیقی سنتی که پایه‌گذار آن باربد مروزی پیر خونیاگران شرق ارجی بیشتر میگذاریم و آثار او را از قعر تاریخ و سرچشمه های گذشته می آموزیم. طبق معلومات دانشمندان سطح جهانی، باربد در واقع یکی از چهره های تابناک موسیقی شرق به حساب می رود. باربد در انکشاف و رنگامیزی هنر ایجاد و اجرای موسیقی کسبی وسط سبک و رویه های اجرا، شکل و انواع و ژانرهای موسیقی و شعر نقش بسا نظر از داشت. باربد در ساختار شکل و انواع شعر و موسیقی تصنیفات نوی سلسله سازی و آوازی مرکب را به عنانه
ایجاد و اجرای موسیقی وارد نموده است. این نابغه شرق در تاریخ میراث فرهنگی ما چون راوی بی‌نظیر ثبت شده، مکتب هنری و آثار او در موسیقی سنتی ارزش بی‌نظیر دارد. اگر بروبد مروزی پای دیوار موسیقی را در سنت آریایی تباران استوار ساخته باشد، استاد رودکی با اشعار غنایی و دلانگیزش شعر را عالمگیر کرد. زبان ناب تاجیکی را که لحن بیان گویاترین و شیرین ترین دارد به جهانیان معرفی نمود و اساسگذار سخن ادبی تاجیکی، فارسی و دری گردیده شکوه و شهامت دولت سامانیان را ابدی گردانید. امیدوارم که دانشمندان محترم از روی معیارهای واقعیت و عدالت تاریخی عمل کرده در جریان تحقیق قانونهای عمدترین فلسفه و حکمت و نظریه مقایسوی و تاریخی را رعایت میکنند و در دایره ارزش‌های معاصر علمی با آثار گذشته خلق تاجیک از زمان کوروش تا به دوره سامانیان بهای واقعی میدهند. در برابر این دایر به میراث‌بری نسل‌ها و پیوند زمان‌ها اندیشه‌های سازنده پیشنهاد می‌کنند. امروز وقتی آن رسیده است که ما تاریخ خلق تاجیک را در علاقمندی با تاریخ گذشتگان پیشین خود از جمله باختری‌ها، سغدی‌ها، پارت‌ها، مات‌ها، فارس‌ها، خلق‌های سهرنشینی، سکایی، سکیف‌ها، سرمت‌ها، مساگیت‌ها و دیگر قوم‌های آریایی نژاد موردی پژوهش قرار دهیم. همچنین ما باید میراث گرانبهای عصرهای میانه را تا به امروز هرچی بیشتر و عمیق آموخته به گذشته پر افتخار خلق تاجیک بهای واقعی دهیم. آن را به جهانیان درست معرفی کنیم و بریشه های تاریخی و فرهنگی خود ارجی بیشتر گذاریم. در فراورد سخن با امید عملی شوی نیتای نیک به اشتراکچیان سیمپوزیوم در سمت آموزش و تحقیق تاریخ پرغناوت گذشته خلق تاجیک و دیگر ملت و قوم های آریایی برای کار خواهانم در اطراف میز مدور جمع آمدن دانشمندان شناخته از کشورهای گوناگون که با پژوهش تاریخ عهد باستان خلق تاجیک توجه خاصه دارند برای ما تاجیکان باعث افتخار است. بار دیگر هر یک شما را به این دیار زیبا یک گوشه جهان تمدن آریایی خوش آمدید گفتم. با کاری همایش بین المللی برای موفقیت میخوام. سلام باش. سلام باش. بزرگداشت شخصیت های سیاسی، علمی و ادبی و معارف و فرهنگ گذشته و معاصر، ترغیب و تشویق، تحقیق و تعلیم آثار و افکار آنها، همچنین ارج گذاری و حفظ میراث علمی و ادبی، تاریخی و فرهنگی از رکن‌های اساسی سیاست حکومت و دولت تاجیکستان صاحب استقلال و شمار می رود که بی شبه از سیاست سازنده و سنجیده و دوربینانه شما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرند. سیمپوزیم امروزه همچون ادامه جلسه های علمی بین المللی در زمینه روش های نوی پژوهشی سلسله مسئله های مهمی فرهنگ باستان را به طور کلی باری نخست و از دید تازه فرا می گیرد و این همایش امکانیت می دهد که نکته هایی را که شما پیشوای معظم ملت در سخنرانی پر محتوایتان تاکید نمودید و رشته تحقیق کشیده شوند. سخن نوبتی با رئیس انجمن رودکی فرانسه پروفسور مسعود میرشاهی داده می شود. مرحمت. درود بر شما پیشوای ملت، پاسدار فرهنگ نیاکان و رئیس جمهور تاجیکستان جناب امام علی رحمان.
بنومین همایش فرهنگ باستان که در خانه شما و از خود شماست خوش آمدید. از 25 سال است که من به کشور شما، به کشور عزیز شما می آیم و شاهد آنم که چگونه این کشور که بگونه جنگ زده بود را این چنین آباد و در جهان سرفراز نمودید. سپاسگزاریم، هزاران سپاس. این جانب و هموندان انجمن رودکی افتخار می‌کنیم که در راستای هدف‌های والای شما گام برمی‌داریم. هدف‌هایی که سبب خواهد شد روزی فر ایزدی گرفته از ما دوباره باز آید. شما به ملت تاجیکستان گمگشته‌های ما را پیدا کرده و با افتخار به جهانیان معرفی می‌کنید و با این کار غرور از دست رفته میلیون‌ها نفر از ایرانیان درون مرزی و برون مرزی را به آنها باز می‌گردانید. جناب رئیس جمهور، ما نیز کوشش کرده و خواهیم کرد که در راستای کارهای غرور آفرین شما همراهی و اگر بتوانیم شریک باشیم. با پشتیبانی فرهیختگان، ادیبان، عالمان و هنرمندان تاجیکی در سطح جهان، با برگزاری چنین همایش‌های فرهنگی در گوشه و کنار جهان کوشش کرده‌ایم که راه را به سوی جهانی شدن کارها و اندیشه‌های آنها باز نگه داریم. با بنیاد فرهنگسرای آریایی در شهر استروشن که سالها پیش ساخته شده است و بانوی فرهنگ تاجیک رنا زایردخت برنامه آن را در دست دارند و فرهنگسرای دیگر که در شهر دوشنبه که منتظر اجازه ساخت آن هستیم، با برادر کردن اکادمی علوم تاجیکستان و اکادمی‌های بین‌المللی در شهر میلان در ایتالیا و پس از آن با اکادمی علوم فرانسه در شهر پاریس، با آوردن فن‌های نوین پزشکی از جمله برنامه حجر درمانی در دانشگاه ابن سینا که بس از چند سال فعالیت زمانی که داشت در سطح جهانی بالا پر می‌گرفت شکوفا شد، متأسفانه این برنامه خاموش شده است، ولی با همه اینا ما کوشش کردیم که در راه جهانی شدن عالمان تاجیکی راه را بر اونها هموار کنیم. امروز با حرکت نوی در اکادمی علوم تاجیکستان به تشویق جناب فرهاد رحیمی و همکاری او از یک سو، با مجهز کردن آزمایشگاه در جهت پژوهش برای نوآوری‌های دارویی و پزشکی و بنیاد یک کتابخانه در اکادمی علوم تاجیکستان به نام کنکیان، نخستین پزشک سغدی، پژوهش در علم علوم پزشکی و آموزش‌های زبان کهن اوستایی، سغدی، پهلوی، بلخی و ختنی را آغاز کردیم و ادامه می‌دهیم. و همچنین با برنامه دانشگاه اینترنتی جهانی کوروش بزرگ با استادان دانشگاه از کشورهای اروپایی، استرالیا و آمریکا از سوی دیگر راه را به سوی آینده روشنی تحت رهبری شما ادامه خواهیم داد. در این میان امیدوارم که اجازه ساخت فرهنگسرای شهر دوشنبه در ساختمان که بتوانیم در آن جایی برای مکانی را برای انجمن پیوند فراهم کنیم به زودی به ما داده شود که بتوانیم کار را آغاز کنیم. و همچنین از شما اجازه می‌خواهیم که بتوانیم دهمین همایش فرهنگی را به مناسبت 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در آرمان شهر دوشنبه تاجیکستان سامان دهیم. جناب رئیس جمهور، هزاران سپاس به شما که امید امروز جهان گستره فرهنگی ایران هستید و ایران مقصودم در سراسر ایرانی نژادهای دنیا رو مقصودم هست و ما را از ننگ و تحقیر جهانی که بر ما آمده است نجات میدهید. جناب رئیس جمهور، به همراه خود پیام نوجوانان ایرانی را دارم که خواستند از شما و ملت شریف تاجیکستان برای این همه کوشش در بازسازی فرهنگ و به گنجینه مینوی سازمان جهانی یونسکو در آوردن جشن‌های سده، مهرگان، تیرگان و سایر میراث ملی که روز به روز در این جهت حرکت میکنید و در کنار جشن نوروز از جمله بزرگترین جشن‌های کهن است سپاسگزاری کنم. هزاران سپاس به شما. خانه و کشورتان آباد باد و برایتان سلامتی و عمر دراز آرزو می‌کنم. سخن نوبتی با ماریا دروژینا از فدراسیون روسیه داده می‌شود. مرحمت. جناب اولی محترم امام‌علی رحمون، دوستان عزیز، уважаемые коллеги, прежде всего разрешите поблагодарить организаторов симпозиума за предоставленную возможность
принимать в нем участие. Для меня это не только честь, но и радость встречи с родным городом, с которым связано детство, получение образования, преподавание в ВУЗе. Мы все знаем, что в России по сей день с благоговением чтут память Бабаджона Гафуровича Гафурова, много лет стоявшего у руля советского востоковедения. И для нас очень важно и отрадно, что на протяжении последнего десятилетия научные и культурные связи России и Таджикистана интенсивно восстанавливаются и укрепляются. Это значит, что руководство республики уделяет им очень большое внимание, как и в целом развитию науки и культуры. Значимость настоящего научного форума обусловлена не только открывающейся перспективой расширения горизонтов сугубо научных представлений об эпохе, отделенной от нас десятками веков. Обращение научной и творческой мысли к древней истории и культуре народов, к деятельности людей, без преувеличения творивших эту историю, позволяет нам лучше понять самих себя, откуда пришли и куда идем. Особенно важно это в эпоху глобализации, бросающей вызовы стремлению народов сохранить свои культурные традиции и свой менталитет. Однако данное стремление не означает замыкание в узких рамках собственной традиции. Чем пристальнее мы вглядываемся вглубь веков, тем более очевидными становятся, пусть еле заметные, тонкие нити, протянувшиеся между отдаленными на современном этапе культурами. Так, например, на первый взгляд, что общего может быть между календарем песнопений в системе ладов, созданным легендарным таджикско-персидским певцом Барбадом, и основанным на гласовой системе попевок актоихом византийского православного гимнопевца Иоанна Дамаскина. Добавим к тому же, что на основе актоиха Дамаскина сформирован современный календарь литургического пения Русской Православной Церкви. Однако же, зная, что Дамаскин был сирийцем, впитавшим древние музыкальные традиции иранской культуры, и изучая эти традиции, мы можем углубить представление о русской религиозно-певческой системе и об ее истоках. Еще раз позвольте обратиться со словами благодарности и признательности к вам, имам Али Шарипович, к руководству Академии наук Республики Таджикистан за организацию столь актуального и представительного форума. Большое спасибо. Сухани Навбати ба раиси буньоди Манучери Фарханги, Ромин Фарханги, аз Иолоти Мотейде Амрикоду Дамишад Мархамат. Ба дуруд ва сепас, جناب رئیس جمهور و خانم‌ها و آقایان، پیش از اینکه من خیلی کوتاه راجع به بنیاد منوچهر فرهنگی سخن بگم، می‌خواستم بگم جناب رئیس جمهور چقدر از سخنان امروز شما من به دل من چسبید. راجع به فرهنگ نیاکان از کوروش تا باربد، انسان دوستی، محبت و مهر بسیار به دل من چسبید و با امید پیروزی شما. بنیاد منوچهر فرهنگی پس از درگذشت پدر من به نام او و به دنبال اینکه آرمانهای او رو انجام بده بنیاد شد. سه هدف بنیاد ما این هست: یک، ترویج دانش و پژوهش; دو، ترغیب دوستی بین فرهنگهای گوناگون; و سه، بازشناسی فرهنگ ارزشمند پارسی بر مبنای ارزش‌های گذشته آزمایش شده و موفق مانند گفتار نیک، اندیشه نیک و کردار نیک. پدر من عاشق تاجیکستان بود، چندین بار به اینجا مسافرت کردند. من خودم دوبار به تاجیکستان اومدم و در طول این مدتی که اومدم گرمی مردم و پیشرفت این کشور بسیار برای من تحسین انگیز بود. بنابراین جایزه بنیاد فرهنگی که در تاجیکستان برای بازشناخت فرهنگ داده میشه برای بنیاد ما بسیار مهم هستش. البته باعث این هم این آقای دکتر میرشاهی آکادمی علوم و انجمن پیوند بودند که کمک کردند که این جشن و این مراسم برقرار بشه. خیلی امیدوار هستیم که این کمک خیلی ناچیز باعث پیشرفت بیشتر کشور تاجیکستان بشه، برای اینکه پیشرفت
پیشرفت دراز مدت لازمش یک فرهنگ درست است و ما امیدواریم که این بنیاد یک مقداری به بازشناخت این فرهنگ درستمون انجام بده. با سپاس. تشکر. سخن نوبتی با رئیس فرهنگستان کوروش بزرگ هومر ابرامیان از استرالیا داده می شود. مرحمت. با درود و آفرین به رهبر خیرتمند دولت و مردم خوب تاجیکستان، فرزانه گرانمایه محترم امام علی رحمان، فرزند شایسته اشو زرتشت ورجاوند، فرزند برومند کوروش بزرگ و فرزند راستین پیر شاهنامه گوی توس فردوسی بزرگ. ابرمردی که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار ما درفش فرهنگ ایران شهری را به دست گرفت و در این خاک خوب، در این سرزمین نیاکان برافراشت. فرهنگی که شما امروز درفشدار آن هستید، فرهنگ جشن‌سازی، فرهنگ شادی پراکنی، فرهنگ مهرگستری، فرهنگ داد و دهش، فرهنگ کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، فرهنگ داد، فرهنگ جوانمردی و فرهنگ جوانزنی است. این فرهنگ شوربختانه در پی یورش تازیان و ترکان از هر دو سو آسیب بسیار دید و زخم‌های بزرگ برداشت. جشن‌ها و شادروزهای ایرانی اندک اندک در قبار تاریخ گم شدند و رخ پنهان کردند. جشن‌های ماهانه مانند جشن فروردینگان، جشن اردیبهشتگان، جشن خردادگان تا جشن اسپندگان یکی پس از دیگری از دیده‌ها پنهان شدند و به خانه فراموشی رفتند. امروز در این زرزمین کوشش می‌شود که دوباره این جشن‌های آتش، جشن‌های آب، جشن‌های ماهانه، جشن‌های مهرگان، جشن سده و دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی یکی پس از دیگری زنده بشوند و دوباره جایگاه ویژه خودشون رو پیدا کنند. من این بخت بلند رو داشتم که در نخستین روز رسیدن به شهر زیبای دوشنبه در جشن مهرگان انباز شدم. آنچه که من در زندگانی دراز خود هرگز ندیده بودم جشنی به این زیبایی و با این باشکوهی که در پرتو رهبری های شما دیده شد. جشن مهرگان از دید من تنها یک جشن نبود، یک شادروز نبود، بلکه آمیخته‌ای بود از هنر، از همه آیین های جشن مهرگانی، از پیمانداری و از اون آیین فریدونی و دیگر آیین هایی که ما به یاد داریم، دست کم خوانده ایم اگر خود ندیده ایم. ولی این جشن آراسته شد به دست هنرمندان خوب تاجیکستان، اون گلارایی ها، اون آرایش میوه ها که از اینها پدیده های بسیار بسیار با شکوه هنری پدید آمد. افسون بر همه اینها اون وشدیدن بانوان زیباروخ تاجیکستان که به گفته شاعر گفت یارم زدر آمد وشتن کنید وشتن، این خانه راز وشتن گلشن کنید گلشن. تاجیکستان به وشت در آمد، به شادی در آمد در این جشن مهرگان. این پدیده بود برای من که میتوانم نام پدر بسیاری از کسانی باشم که در این تالار هستند، هرگز ندیده بودم. بسیار بسیار سپاسگزار و شادمان از روزگار خودم هستم که پیش از درگذشت این بخت رو به من داد که من بیام جشن مهرگان رو آنگونه که باید ببینم. دانشگاه جهانی کوروش بزرگ که من به همراه تنی چند از یاران بنیادگذاری کردیم در سیدنی و در نیویورک، بر این اندیشه بودیم که امروز تنها جایی در جهان که شایسته هست که نام کوروش و این دانشگاه جهانی کوروش آغوش باز کنه بر روی این دانشگاه، نه آمریکاست، نه کانادا، نه استرالیا و نه اروپا و نه ایران. تنها یک جا، این خاک خوب تاجیکستان میتواند میزبان و خانه دانشگاه جهانی کوروش بزرگ باشد و من از همه بلندپایگان این کشور سپاسگزارم.
آن زیبایی که شما در چهره زیبای بانوان تاجیک دیدید، این همون زیبایی تاریخی مردم آریایی تبار است. ما فرهنگ تمدنی نه اینکه خود را مردم آریایی تبار، دیگر ملت و خلقیت ها را آموزیم، چیزی بهترین را به خود گیریم. از همه مهم آن است که ما زبان، رسم و آیین، فرهنگ باید فراموش نسازیم. این بسیار بسیار مهم است. خلق تاجیک مثل مردم آریایی تبار تمدن آفر هستند. چهار تشبسی تاجیکستان را در بین المللی نه اینکه شناختن، اعتراف کردن، قبول کردن. تشبسی تاجیکستان را این در مسائل آب، این پروبلمای گلوبالی آب، برای ما در سرگه آب هستیم، لیکن مشکلی در جهان آینده پروبلم رقم یک پروبلم آب می شود. آبی آشامیدنی علاقه پیدا شده است. در بسیار جا میلیون ها کودکان از بی آبی قرمان شده است. خب این تشبسی ما را حالا 10 ساله آب برای رشد استوار، 10 سال تا سال 28 در تمام دنیا عملی کرده ایستادند. این 193 دولت دنیا دستگیری کردند. علم را پیش کنیم، از خود کردن علم و تکنولوژی داریم، کادرها متخصصی تیار کنیم، همکاری کردن در ساحه آموزش، پژوهش، خب خودی باستان شناسا یا در ساحه ریاضی باشد یا اینکه فنهای دقیق و دیگر یا ساحه طب و دیگر آموزش کمک کردن، متخصص تیار کردن. من همین حال همایشی که امروز است با هم میتون با یکدیگر خوب است. سخن نوبتی با پروفسور حسین صادقی از شویتسری داده می شود. مرحمت. درود و سپاس فراوان به پیشگاه رئیس جمهوری کشور گرامی تاجیکستان محترم امام علی رحمان که تاجیکستان را به شاهراه روشن تمدن و ایرانگرایی سوق می دهند و آتیه درخشانی را برای دوستان تاجیک و اقوام دیگر کشور فراهم می آورند. تندرستی و پیروزی وجود گرامیشون را آرزو می کنند. اگر جناب عالی اجازه بفرمایید چند بیت پیشکش کردم به دوستان تاجیک که براتون بخونم. بله بله. ز تاجیک و ایرانی پاکزاد به پا کرد کوروش شهنشاه راد، توانمند قومی که بابل گشود، حقوق بشر را به نیکی ستود، یهودان در بند آزاد کرد، کنیسای اون قوم آباد کرد، بگفت و زن و مرد آزاد باد، به هر دین به هر کار از هر نژاد، زمانند خود بهره‌گیری جفاست، در ایران زمین برده‌داری خطاست، زنان را بباید گرامی نمود، به مادر سزد جان نساری نمود، چنین رسم و آداب نیکو سرشت، نگون شد ذکردار اقوام زشت، بیابان نشینان بیدادگر جدامون نمودند از همدیگر، ولی اون جدایی سر آمد کنون، چو بگذشت آثار شوم قرون، بباید که در علم کوشا شویم، به سوی رفاه و تمدن رویم، چون رحمان کند اون چه کوروش نمود، چونین مرد دانا بباید ستود، درود فراوان به تاجیک باد، روان و تنش جاودان باد شاد. سخن نوبتی با دکتر بابور امینوف از جمهوری ازبکستان داده می شود. مرحمت. محترم پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، اجازه دهید شما را و همه حاضرین را به مناسبت سیمپوزیوم بین المللی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز تبریک و مبارکباد نموده و در شخص شما تمام ملت تاجیک را از اعماق قلبم مبارکباد نمایم. تمام باشد.
تنتنهایی که امروز برگزار می‌گردند نه تنها برای ملت تاجیک بلکه برای ملت ازبک نیز گرانبها می‌باید. اینجا می‌خواهم اشاره کنم که به هدایت و راهنمای شما و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرمانویچ مرزیایف دروازه‌های نو زرین برای ترقی و دوستی ما دو خلق برادر کشاده شد. ما تاجیکان و ازبکان در طول بیش از هزار سال هیچگاه در بین خود مانعهای حدودی را حس نمی کردیم، زیرا که فرهنگ و ادب ما آمیخته به یک دیگر بود و حالا نیز این گونه مانعها را خلق برادر ما حس نمی کند، زیرا که تمدن ما از یک جایگاه و از یک خاک برخواسته است. هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند این قصر مستحکم برادری ما را ویران کند، بخصوص هنگامی که دو راهبر خیردمند دو ملت عزیز و برادر برای پیشرفت و ترقی همه جانبه ما قدم برداشتند. بار دیگر اظهار تشکر و منتداری عالمان ازبکستان را به پیشگاه شما تقدیم می دارم و به شما موفقیت های نو به نو در راه تحکیم دوستی ما خواهانم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. جهانین شادلگی یغل ثبوت کل دوستلر دیداردن بلالمس استون. نیست اویلی اوزبیکی که با تاجیکان پیوندی خیش تباری نداشته باشد. هم کاری کردن در کار، آموختن در کار از این دیگر. در کدام عصر زیستن عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی؟ و بینید که در همان عصر علیشیر نوایی استاد خود عبدالرحمن جامی را انتخاب کرد. این بسیار رمزی مهم است. در یک وصف یک دیگر ایجادی کردن این قدر سخنانی تاریخی برای هر روز در کار است. هر روز 5000 از دو طرف رفت آمد دارد. بین یگان دولت نیست. ما مسئلت کردیم در باره آموزش زبان، مطبوعات، فرهنگ آزاد باشند. چی ازبک تبارا در تاجیکستان، چی تاجیکات در ازبکستان آزاد باشند. مکتب های ساخته ایستادند. چی قدر فاکولته های تاجیکی را کشادند. تمامی دانشکده های عالی را گروه های تاجیکی را کشادند. مکتب های تاجیکی ساخته ایستادند. این برای ما بسیار مهم است. تشکر. سخن نوبتی به مسعودی سپند از امریکا داده می شود. مرحمت. من سرزمین آریا را دوست دارم. خاک دلنگیز شما را دوست دارم. این کوها، این دره ها، این رودها را، پردیس های با صفا را دوست دارم. این شهرها، این کوچه ها، این خانه ها را، این مردمان بیریا را دوست دارم. شعر کمال و آسمان سیر دریا، من این خجند بیبه را دوست دارم. در گوش من پیش از درای کاروان ها، در راه ابریشم شما را دوست دارم. مست صفای دولت زرتشت هستم. خاک در میخانه ها را دوست دارم. من درد را با استخوانم میشناسم. هم مردم درداشنا را دوست دارم. هر کس که باشد روز و شب در خدمت خلق، پا تا به سر او را سراپا دوست دارم. من خاک پای مردم آزاد فکرم.
هم مردم یک لاقبا را دوست دارم. بیزارم از امامه چون مار ملا، هم تخت هم تاج و کلا را دوست دارم. میهن پرستی شیوه آزادگان است، آزادگی در هر کجا را دوست دارم. آزادگی درد است و درمانش بود عشق، این درد زیبا و دوا را دوست دارم. سرباز عشقم، مرد میدان نبردم، فرمانده کل قوا را دوست دارم. کشتی کشور میبرد دریا به دریا، آری خدا هم ناخدا را دوست دارم. در جشن خودفرمانی و دولت مداری من پیشوا، من پیشوا، من پیشوا را دوست دارم. سلام عرض. سلام عرض. سلام عرض. سلام عرض. احسان با شما. سلام عرض. احسان. ندانده شعر من آریایم، انا شعر همی کس نوشتگی. قریب که هر یک خاندان ده مکتب بچه همه مردم میدانند. شما در وی دارین یک بزرگترین نیروگاهی از لحاظ وی در دنیا دیدن میکنین. شما اول بینین، ما باوری دارم که حتما یک آنچه ایجاد میکنین. 99.9% متخصصان خودی تاجیک است. یک مکتب است. وقتی که 10 دقیقه یک دانشمند در نزد ما صحبت میکند، برای خودمان معلومات میگیریم، خاطرمان از این معنوی ما بیشتر میشه.